محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از شهر واشنگتن همراه ما هستن. سلام میکنم به شما. چرا در مورد این تنش کشورهای غربی خیلی طرف کانادا رو نگرفتن؟ چه چیزی مانع همراهی غربی‌ها با متحدشون کانادا شده؟ درود بر شما، وقت شما و مخاطبین برنامه هم بخیر باشه. خب چند تا موضوع هست. موضوع اول اینه که همونطور که در گزارش هم اشاره شد، هند بزرگترین شریک غرب در مهار و جلوگیری از گسترش چین در شرق آسیا است و این برای به خصوص آمریکا خیلی مهمه. هند عضوی از گروه کواده که متشکل از آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند هستند و نقش اساسیش در واقع جلوگیری از گسترش در واقع چین در شرق آسیا است. این یک موضوع. موضوع دیگه اینه که در واقع تجارت آمریکا با چین تجارت خیلی بزرگه، یه چیزی هولوش 600-650 میلیارد دلار در سال. در صورتی که چین بخواد به تایوان حمله کنه، احتمالاً ناچار میشن کشورهای غربی که چین رو تحریم کنن. از همین الان دارن آماده میشن برای اینکه جایگزین‌هایی برای چین داشته باشن و هند که در واقع این قابلیت رو داره که از نظر حجم تجاری بتونه جایگزین چین بشه. این هم یک موضوع. یک موضوع دیگه هم سیاست داخلی کشورهاست. یعنی رهبران غربی هم میدونن که هند در آستانه در واقع آماده شدن برای انتخاباتش. آقای نارندرا مودی میخواد نقش یک رهبر قدرتمند رو نشون بده. این در انتخابات در کشورهایی که حتی دموکراتیک هم اصلا خیلی معمولا رواله. در ترکیه هم آقای اردوغان پیش از انتخابات اون در واقع رتوریک هایی که داشت، اون حرفایی که میزد در برای اینکه نشون بده از یک رهبر قدرتمنده، طبیعی بود در فهم به سبب رفتارش. الان در هند هم همینه، داره آماده میشه آقای نارندرا مودی و میخواد نشون بده که جلوی کانادا ایستاده، واکنش خیلی تندی داشت در مقابل کانادا در واقع دولت هند، در حالی که اینجا احتمالاً هند که مقصره، ولی هند ویزای مثلا شهروندان کانادایی رو الغا کرد. از اون طرف رفتارش در مقابل سیک ها رو تشدید کرد، یعنی مثلا اینا رو شروع کرد شهروندی هندشون رو الغا کردن، اموالشون رو مصادره کردن و غربی ها میدونن که تو فصل انتخاباتی همچین تنش هایی مقدار بالا میگیره و بعد از انتخابات معمولا پایین میاد. اشاره کردید بعد انتخابات پایین میاد. میخواستم اتفاقا بپرسم، فکر میکنید که این تنش دیپلماتیک، یا اگر بشه اسمشو گذاشت جنگ دیپلماتیک، تا کجا پیش بره؟ اخراج دیپلمات رو اشاره فرمودید، همینطور قطع صدور ویزا برای کانادایی ها در کانادا، چطور میبینید شما این در حقیقت رابطه این دو کشور و این جنگ سیاسی که ایجاد شده؟ حتما فروکش میکنه. بالاخره اینا کشورهایی هستند که هم دموکراسی هستند و همی که متحدین اصلی هم هستند. حتی یکی از مقامات پنتاگون، امروز یکی از افسران پنتاگون من دیدم که انتقاد کرده به آقای ترودو و گفته که این موضوع حتی اگر که شما به اصطلاح مدارک و شواهد متقنی هم داشتید، نیاز نبود که اینجوری در پارلمان عمومیش کنید. چون محبوبیت ترودو پایین اومده، این افسر پنتاگون معتقد بود که میخواد اینجوری محبوبیت بخره و به ترودو تاخته بود. گفته بود که شما میتونستید این رو به شکل خصوصی با هند حل کنید یا از طریق سازمان‌های اطلاعاتی. در نهایت هم اگر آمریکا ناچار باشه بین کانادا و هند یکی رو انتخاب کنه، آمریکا حتما هند رو انتخاب میکنه. اما چون مجموعه این صحبت‌ها شد، به نظرم مهمه که ما اصلا این وضعیت خالصستان و وضعیت سیک‌ها در هند رو هم اگه فرصت باشه من خیلی کوتاه اگر ممکنه. حتما. در واقع سیک ها یک اقلیتی هستن در هند که از زمانی که پاکستان از هند مستقل شد، اینها میخواستن که پنجاب رو از هند مستقل کنن و خب هیچ وقت نتونستن. در دهه 80 خیلی مبارزات خونباری بود، در حدی که دو تا بادیگارد سیک، خانم ایندرا گاندی رو ترور کردن و بعد از اون مهاجرت سیک ها به کشورهای غربی اروپایی شروع شد و الان در واقع توی کانادا دارن تلاش میکنن که از طریق رفراندوم در واقع استقلال پنجاب رو به عنوان کشور خالصان به دست بیارن. و برای هند خیلی این ماجرا حیثیتی و مهمه که در واقع این اتفاق نیفته، یعنی این رفراندوم ها قطع بشه. خیلی ممنونم از شما جناب قائدی، همراه بنده بودید و برنامه امروز.